بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا آماری را منتشر ساخته که بر مبنای آن میانگین هزینه‌های یک خانواده یک خانواده متوسط ایرانی در ماه با احتساب اجاره خانه برابر با دو میلیون و, و چهل هزار تومن بر پایه همین آمار پنج میلیون خانواده یعنی کم و بیش جمعیتی برابر با 20 میلیون نفر هم فرد شاغلی در خونهشون ندارند تا امروز گناه بخشی از این وضعیت نگران کننده بخش عمده رو به گردن تحریم های اقتصادی و بین المللی ولی حالا که در پیامد امضای توافقنامه وین قرار این تحریم ها احتمالا در ژانویه 2016 برداشته بشن مسئولین نظام تغییر عقیده دادند میگویند مشکلات کشور مشکلات اقتصادیش ساختاری است و ربط زیادی هم به این تحریم ها نداشته ما برای اینکه در رابطه با اینکه چقدر این تحریم ها در نابسامانی های اقتصادی ایران تاثیر داشتند و چقدر این نابسامانی ریشه هاش رو باید جای دیگری جستجو کرد به سراغ جمشید اسدی استاد دانشگاه در فرانسه و اقتصاددان می رفیم آقای اسدی خوش اومدید هزینه متوسط یک خانواده ایرانی طبق آمار بانک مرکزی دو میلیون و هفتصد و چلزار تومنه. بسیاری از شاغلین در ایران درآمدشون حتی به یک میلیون تومن در ماه هم نمیرسه این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه مردم امید بستن به اینکه با پایان تحریم ها و آزاد شدن پولهای ایران در خارج مشکلاتشون حل میشه این امید آیا میتونه به واقعیت تبدیل بشه؟ بقیه. ببینید دو نکته نگران کننده در این مسئله هست که شما بدن اشاره کردید اجازه بدید به یک به یک به آنها بپردازیم نخست این که بلند پایگان نظام و حتی وزیر اقتصاد اینطور مطرح کردند که ما حدود سی میلیارد دلار بلوکه شده است که قرار است بعد از تحریم ها آزاد بشود خب تمام رسانه های فرنگی روزنامه های اقتصادی فرنگی که من مطالعه کردم بعد از این توافق نامهی که در چارده جوی امضا شد همگی صحبت از 100 میلیارد تا 150 میلیارد دلار میکنن که قرار است از آزاد شود حالا چرا در تهران اینقدر کم میگویند این یک مسئله است که دو گمانه میجود در این می زد. یکی این که قرار است بخشی از این پول رو به طور مستقیم به دلواپسان و راندخاران سپاه پاسداران بدهند که مخالف این توافقنامه بودن میدونید که حتی آقای ولایتی امروز یا دیروز به شدت مخالفت کرد که شورای امنیت بخواد این قرارداد رو به این شکل این موافقت نمر رو تصویب بکنه گفتن این خلاف کیان ماست خب پس میشه گفت یک دلیل یک مقبخشی از این پول قرار است به دست کسانی برسد که از تحریم ها سود میبردند و دلواپسان بودند و مخالفین بودند شاید قرار است بخش از دست آنها برود که راضی شد گمانه دومی که میتوان زد این است که سطح انتظار مردم رو بیارن پایین بگن اصلا کی گفت 150 میلیارد دلار قرار آزاد بشه دست مردم برسه انقدر نیست سی چل میلیارد دلار دلتونم خوش نکنه خاطرتان هست وقتی که آقای احمدی نژاد قرار بود ریاست جمهوری بشوند قول دادن که نفت بر سر سفره مردم باشد بعد گفتن من همچی حرفی نزدم مضافم بر اینکه نفت بوی بد میدهد و بهتر از بر سر سفره نباشد چون این مسخره کردم من فکر میکنم که این باعث نگرانی است که شفافیت با مردم ندارند خب این دوری درست نیست که شفافیت دولتی فقط زیر فشار گروه پنج به اضافه یک باشد برای راستازمایی و بازرسی های بیگانگان و ایرانی ها خودشون از این شفافیت برخوردار نباشند یک مسئله دیگه هم هست باز اونم باید بدان اشاره کرد این هست که کماکان دید پدر سالارانه و دولتی وجود دارد به جای اینکه بگن برای اینکه وضع مردم خوب بشه ما اقتصاد بازار بنیاد را به راه میاندازیم با راندخاری مبارزه می کنیم کارآفرینی ایجاد بشود که به سرعت سطح اشتغال بالا بره و این بیکاری ناخواسته از کشور برچیده بشه صحبت میکنن که دولت اینقدر پول نمیتونه بده یعنی پس قرار, قرار باز قرار است که قیم دولت باشد و اینها نگران کننده است به لحاظ اقتصادی برمیگردم به سال قبلی ما آقای اسدی خب صندوق یک خانواده مثل صندوق یک شرکت دخل و خرجش باید با هم بخونه اگر همخانی نداشته بشه خب یکی ورشکست میشه ببینید با این دیدی که وجود دارد با تحریم بی تحریم وضع مردم بد خواهد بود ببینید ما کشور پر جمعیتی شده ایم با خواستهای های فضاینده وقتی که بیشترین تعداد بیکاران ما دانوش آموخته هستند سطح انتظار آنها از زندگی بیشتر از آن است که به اندازه 2500 کالری در روز بخورند که نمیرند بدیهی که سطح انتظار بیشتره پس سطح انتظار بالاتره جمعیت هم تعدادش بیشتره پس احتیاج به یک منبع مالی بسیار بزرگی هست و این به طور فضاینده چون این روند ادامه خواهد داشت حالا یا قرار دولتی اینو به مردم بده که نمیتواند بدهد نه درست است نمیتواند بدهد چون همچین پولی رو نمیتونه تعمین بکنه افسون بر این که بهای نفت در بازارهای بین پایین آمده است و پایین تر هم خواهد آمد فعلا هم که دولت در آمده دیگری نداره و شوربختانه در رفتهای دیگری هزینه های دیگری خرچ دیگری در سوریه و لبنان دارد و در یمن پس نمیتونه دوم این که این دید نادرسته غیر از اینکه که ناممکنه این دید نادرسته چرا نادرسته؟ آقا قرار نیست که دولت پول مردم رو بدهد قیم مردم نیست دولت باید راندخاری و از کشور بزداید عقب بزند اقتصاد و دست کارافرینا بدهد مردم خود می توانند سطح اشتغال و آنچنان بالا ببرند که از گذشته انقلاب هم فراتر رود خاطرتون هست جناب رفت این کشور کشوری بود که پیش از انقلاب حالا این صحبت داره کسی میکنه که انتقادی به رژیم پیش از انقلاب بودم و هستم من از سر تعریف نمیگویم از سر تحلیل میگویم نرخ بیکاری آنچنان پایین رفته بود که در بسیاری از زمینه ها دانشا و نیروی کار ورزیده ما از خارج وارد میکردیم چون بیکاری وجود نداشت از پزشک از متخصص از مهندس اینها وارد میکردیم چون نمیرسید و نیروی کار ورزیده خب امروز دانش آموخته خود ما بیکار است این دیگه که ولی کشور توانش اینو داره چرا نمیتونه به این برسه برای دو دعوای اصلی با دنیا سر جنگ داشتن و کشور داده بودن فقط دست راندخارم خب این هم با کارآفرینی پیش نمیره در نتیجه پرسش شما رو فراموش نکردم اما احتیاج به این مقدمه داشتم نخیر دولت نمیتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد با همین رقمی که ذکر کردی 2700 میلیون تومان برای پاسخگویی به نیازهای یک خانوار اما صحبت بر سر این است که نه تنها نمیتواند به لحاظ دو دو تا چهار تا عددی ریاضی آماری بلکه اصلا این دید درست نیست که تمام ثروت مملکت رو یک دولتی بگیرد و بگه حالا به مردم پخش میکنم مردم بشن مرید من اولا همچین پولی نخواهد داشت نفت هم را بیفته نخواهد داشت چه برسه به بازار الان که بهای نفتران پایینه و اینو باید فقط اجازه به مردم بدهد که کار خودشون رو انجام بدن اجازه بدید جناب رفت یک پرسشی از خود شما بکنم شما یکی از روزنامه نگاران ورزیده و قدیمی ایرانی هستید آیا شما برای راه انداختن چند رسانه و چند نشریه احتیاج به دولت دارید که باستون این کار بکنه یا اینکه دولت مزاحم کار شما نشه و جلوی, کا... جلوی مزاحمین رو بگیره بقیه رو بردید خودتون انجام بدید شما اشاره کردید به پولهای نفتی آقای سعید لیلاز که همکار شماست در ایران میگه حتی در صورت افزایش صادرات نفت تا دو میلیون بشکه در روز هم درآمد حاصلش کمتر از اون چیزی است که در سال 90 به خزانه دولت وارد شد و در آینده وضعیت اقتصادی کشور حتی بدتر از دوران تحریم ها خواهد بود بدون شک ببینید بدون شک دلم میخواد اینو برای بازدید کنندگان و بینندگان عزیز شما روشن کنم ببینید چه میگویند آقای لیلاز که درست میگویند درآمد چطوری به دست میاد این که شما چند تعداد کالا می فروشید به چه بهایی هر چقدر تعداد کالای بیشتری بفروشید به, به بهای بالاتری درآمدتون بیشتره خب ما در دوران تحریم بهای نفت قیمت خیلی مناسب و بالایی داشت دوران آقای احمدی نژاد تعداد کالایی که میفروختیم یعنی مقدار نفتی که میفروختیم سقوط کرد به علت تحریم ها پس درآمدمون کم شد حالا تحریم ها رو میخوان بردارن از ماه ژانویه چند ماه دیگه شیش ماه دیگه اگر بردارن پس هر تعدادی که بخوایم میتونیم صادر کنیم البته تواناییش رو نداریم اما بگیم حالا صادر بیشتر میکنیم دو میلیون بهای نفت اومده پایین پس اگر درآمد مساوی است با تعداد ضرب در بها برای اینکه درآمد بره بالا یا باید تعداد بره بالا یا بها بره بالا یا هر دو با هم خب الان بها اومده پایین تازه برابرتا برای این است که بها بیشتر میاد پایین پس اگر هم جمهوری اسلامی موفق بشود صادرات را از یک میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز که امروز است به دو میلیون برساند نمیتواند پاسخگوی سقوط بهای نفت در بازار باشه هر چقدر هم نگاه کنید به این تناقض هر چقدر هم که جمهوری اسلامی موفق تر بشود به تولید و صادرات چون باز هم عرضه در بازار بیشتر می شود قیمت میاد پایین تر در نتیجه بله آقای لیلاز درست میگویند و اگر به این لحاظ به لحاظ نفت و صادرات نفت است که فکر میکنن کنن اوضای مردم رو بهبود بدن از الان مردم باید به فکر کاروبار خیش باشن نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آقای محمد رضا باهنر هم که با شما هم عقیده است ایشون هم میگه تنها سی تا 40 درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم هاست مشکل اصلی بخش ساختاریه بله جناب رفت بسیار کار درستی میکنید که این پرسش رو از من میکنید و نه از آقای باهنر چون آقای باهنر در مورد اینکه بقیه ی مشکلات ساختاری کشور از چه میآید سخن نخواهند گفت من به طور روشن بگویم از راندخاران است از سپاه پاسداران است از بنیادها هست از زمانی که این یارانه مردم رو کم کردند یارانه هیچ یک از بنیادهای مذهبی کم نشد آقای با هنر در این مورد صحبت میفرمایند خیلی خوب در زمانی که سطح اشتغال به این مقدار در کشور پایین آمد و حقوق کارگران شفیف و که از نیروی کارشون مزد میگیرن تا خانواده ای چرخانن و اینها رو که اولا حقوق نمیدن یا دیر میدن اگرم بگن آقا چرا پول ما رو نمیدید به زندان میندازن این در حالی است که قراردادهای بزرگ و به سپاه پاستاران میدن در رسانه دیگری با خود شما برنامه های بسیار مبسوطی در این مورد ما با یکدیگر داشتیم آقای بانو هنر در این مورد صحبت نمیفرماید اینکه تمام مشکلات تحریم نیست اولا این صحبتی است که اعلان میکنن بدون اینکه تعریف از خود باشد به دلیل صحبتی که اپوزیسیون میکرد همش در آن زمان میگفتن که نگاه کنید تمام گرفتاری های ما مال استکبار است و مال صهیونیسم است که نمیتوانند پیشرفت ما رو ببینن پیشرفت اتمی ما رو ببینن دارن به این روز ما رو مینداختن که صحبت اپوزیسیون این بود مخالفین این بود که آقا اقتصاد حساب دو دو تا چهار تاست مشکلات شما از تحریم ها نیست فقط از تحریم ها نیست درسانی اینکه این که تحریم به وجود اومده هم جز مشکلاتش که شما ایجاد کردید حالا شروع کردن بگن حالا که قرار تحریم ها برداشته بشه نگاه کنید زیرکی رو حالا که قرار تحریم ها برداشته بشه میگن کی مفصل مشکلات از تحریم بوده نه یه مشکلات ساختاریه ما باید اونا رو حل کنید. خب این مشکلات ساختاری چیست؟ نه اینا رو دیگه نمیگن حسن تحریم این بود که بگن آقا کی بود کی بود ما نبودیم این نیروهای سهیونیستن و از آستین اومدن بیرون و اینها حالا که تحریم ها رو برداشتن از قرار معلوم شده از که پول بلوکی شده همچین چیز خاصی نبوده تازه مشکل از تحریم ها نبوده خب این یک مسئله است که در جمهوری اسلامی تازگی ندارد باعث تأسف است اگر این بر مردم کشور ما نمی رفت می شد شاید از آن یک فیلم کمدی ساخت خب سفرهای هیاتای سیاسی و اقتصادی غربی به ایران آغاز شده و در هفته ها و ماه های آینده هم گویا ادامه خواهد داشت گروه های سیاسی هیات سیاسی هم برای این میرن که راه رو برای هیات اقتصادی که در سفر بعدی میاد باز کنن ولی آیا هدف تنها تجارت با ایرانه یعنی پس گرفتن بخش عمده پولهایی که قرار آزاد بشن یا اینکه دولت ها و شرکت های غربی خست سرمایه گذاری و ایجاد کار در ایران رو دارن بله ببینید باز هم بسیار پرسش به جایست این هم باید برای بازدید کنندگان و بینندگان عزیز شما روشن باشد ببینید برای اینکه اشتقال بالا برود و ثروت بالا برود یعنی درآمد ملی بالا برود تا وضع مردم بهبود پیدا کند باید سرمایه گذاری بشود وقتی سرمایه گذاری شد این ثروت تولید میشه اشتغال ایجاد میشه کار میکنن مردم خرید و فروش میکنن و ازشون بهتر میشه اما شرایط کشور شرایطی نیست که سرمایه گذار بخواد بیاد سرمایه گذاری بکنه مثلا در صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ایران هستند و احتیاج نیاز به سرمایه گذاری های کلان و بزرگ دارند. چرا سرمایه گذار نمیخواد این کار بکنه؟ خیلی خوب شما فکر کنید قرار از چند میلیون دلار سرمایه گذاری کنید در کشوری در پی توافقنامه هسته ای و بشنوید که بلند پایگان اون نظام میگویند کی گفت ما همچین توافق نامه رو قبول داریم خیر ما نمیپذیریم خب اگر چنین بشود سرمایه گذاری شما پول شما غیر از این است که از میان میرود وقتی که دشمنی و تن شفروزی با خارجی وجود دارد نه اینکه دولت آقای روحانی این کار می کند خوشبختانه در این مورد دولت آقای روحانی در این مورد خاص فقط ارز میکنم کارنامه روی هم رفته مثبتی دارد در این مورد خاص اما قدرت دست آقای روحانی نیست فقط که اگر بود که قرار بود ایشون پرونده هسته ای رو شش ماه نشده حل بکنه چرا شش ماه نشده حل نکرد برای اینکه قدرت دست ایشون نبود تازه اگه وضع اقتصادی اینقدر وخیم نبود دلواپسان و مقامات درجه یک کشور اجازه نمیدادن همین توافق هم امضا بشه که تازه با اما اگر در نتیجه نخ این سرمایه گذاری نخواهد شد و وضع کشور به طور ساختاری بهتر نخواهد شد اما خرید و فروش میشه خرید و فروش در زمان تحریم هم بود در زمان تحریم هم بلا از راه های غیر قانونی به قیمت خیلی گذافتری میخریدن خریدن کالا ها رو کما اینکه کالایی در ایران کم بود نداشت مشکل بود حتی دارو هم مشکل پیدا میشد به قیمت هزینه بالا پیدا میشد شد نه که نبود خیلی خوب الان خرید و فروش آزاد شده فروشنده که از خدا میخواد به این بازاری بفروشه که 150 میلیارد دلار پول دستش میاد راندخاران هم از خدا میخوان که بفروشن و کمیسیون خودشونو بگیرن پس خرید و فروش صورت میگیره به توان اولا و از این خرید و فروش برای یک چند سباهی هم شاید وضع ادهی بهتر بشه اما این به لحاظ ساختاری وضع دستمزد بگیران و وضع مردم و وضع مبارزه با فقر رو کمک نخواهد کرد خب من اگر بخوام یک جنبندی از صحبت های شما بکنم باید درسته بگم که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تا زمانی که این اقتصاد بازار محور نشه و در دست راندخاران و آزاده ها باقی بمونه حل نخواهند شد دقیقا همین است مادامی که اقتصاد ما اقتصاد بازار بنیاد نشود مردم عزیز ما این را باید بدانند پیش از انقلاب بنگاههایی داشتیم شرکت هایی داشتیم که تمام بازار کشورهای سوسیالیستی رو گرفته بودند تمام بازار خاورمیانه بسیاری از کالاهای ما در آن وجود داشت هم میهنان عزیز ما پیش از انقلاب نرخ بیکاری نداشتیم به این شکل که وجود داره امروز خب این بخوایم دوباره به اون دوران برگردیم و این را کسی دارد میگوید که به کارنامه سیاسی آن نظام بسیار انتقادی است حتی امروز بعد از سی و چند سال بله خب دیگه بالاخره اقتصاد اقتصاد است ما این مشکل رو نداشتیم و کشور ما این توانش رو داره که به مراتب فراتر بره از اون دوران با این همه دانش ای که داریم اما مادامی که اقتصاد دست راندخاران است دست امتیاز بگیران است این امکان وجود نخواهد داشت ببینید هر چرند از هر از چند یک باری خود آقایان خبری منتشر میکنند که بزرگترین اختلاس قانون اقتصادی در حکومت جمهوری اسلامی تنها رکورد های مهم در کشور ما امروز شده از رکورد های اختلاس در کشور اول میگویند آقای مهافرید امیر خسروی تا حالا سابقه نداشته اینقدر قبرش بابک امیر ام بابک زنجانی بود قبل از آن چه بود چه بود چه بود حالا یکی دیگه شده گفتن به این اختلاس انقدر وجود نداشته است چندی صبر پیشه بکنید یک رکورد جدید شکسته خواهد شد با سپاس از همراهیت سپاس از اینکه این, این فرصت رو به من دادید با درود به بینندگان و بازدید کنندگان شما